می دارم که این خبر رو دنبال کردی اولا به ما بگو که اصلا بازگشت لولا دا سیلوا به مسد قدرت چه معنایی خواهد داشت برای برزیل و اینکه واکنش ها چه بوده؟ خیلی فکر میکنن که لولا در واقع یک رقم زننده یک معجزه در برزیل بوده موقعی که روی کار بوده بین سالهای 2003 تا 2010 و اعداد و ارقام رو هم که بهش نگاه کنیم این رو نشون میده او کمک کرده که 20 میلیون نفر برزیلی از فقر مطلق جدا بشن و حتی کمک کرده که مثلا طبقه متوسط در برزیل از 50 درصد به 75 درصد برسند و روزگاری او تونسته بود با این شکوفایی اقتصادی برزیل رو تبدیل کنه به هشتمین اقتصاد بزرگ در جهان آیا لولا میتونه دوباره اون معجزه رو رقم بزنه خیلی شک دارن احتمالا نمیتونه چون دولتی که او به ارث برده از جار پر پرست از بدهی چون جار بولسنارو در سال آخر به خصوص بسیار خرج کرده بود با سیاست های مردم گرایانه و مردم پسند خودش و ضمن اینکه خیلی‌ها میگن اون زمان در آغاز هزاره سوم میلادی برزیل همزمان با رشد اقتصادی چین بوده سریز رشد اقتصادی چین بوده که کمک کرده که برزیل این شکوفایی را داشته باشه و ما الان شاهدیم که چین اون رشد اقتصادی رو نداره و در کل جهان در رکود به سر میبره و خب با آقای لولا نه فقط این مشکل رو داره که بتونه اون معجزه رو دوباره رقم بزنه و حالا یک کشور دو پاره رو داره یک برزیلی که دو قطب فقیر و غنی شمال و جنوب راست و چپ جلوی هم قرار گرفتن و این انتخابات حاکی از اون بوده واکنشش چیه واکنش جهانی واکنش های جهانی جالبه که خب خیلی استقبال کردن و به شکل سنتی ما شایدیم که سران کشورهای جهان تبریک گفتن به لولا دا سیلوا البته آقای جایر بولسانه رو هنوز نپذیرفته شکست خودش رو خیلی هم فکر میکنند که نپذیره اما باید دونست که برزیل با که در آمریکای جنوبی اما کشوری است که میتونه بسیار تاثیرگذار باشه در بحران های جهانی که ما الان درش حضور داریم. در... رو ایران چه خواهد بود؟ در مورد ایران رو هم این رو بگم که اول اصلا به اون مسئله جهانی خیلی سریع بگم در بحران غذا در بحران اقلیمی و در بحران روسیه و اوکراین میتونه برزیل تاثیرگذار باشه در و موضعی که برزیل میتونه بگیره اما در مورد ایران این رو هم باید بگم که با اون زمانی که به روی کار بود رابطه دوستانه با رئیس جمهور اون زمان ایران محمود احمدی نژاد داشت اما الان از اون زمان خیلی فرق کرده اون رئیس جمهور عوامگرا در ایران وجود نداره و ایران جمهوری اسلامی در بحران مشروعیت به سر میبره آیا لولا دا سیلوا خواهد نزدیکی بکنه با ایران یا اینکه مثل مثلا چپگراهای دیگه در آمریکای جنوبی مثلا گابریل باریچ رئیس جمهور شیلی بخواد ایران رو به خاطر مسائل حقوق بشری زیر سوال ببره این سوالی است که لولا دا سیلوا جواب خواهد داد ولی احتمالاً به سمت دومی میل خواهد کرد Yeah, I've seen that. I said, yeah, I'm Ramo.